بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. احکام چارچوبه اعمال ماست، مجموعه از ضوابط شرعی در رابطه با تمام اعمال ماست و شامل همه کارهای ما میشه، تنها مربوط به عبادات نیست. یکی از موضوعاتی که چارچوبه احکامیشو میخوام مطرح بکنم سنت‌های ماست. سنت‌ها برخیشون بسیار عالیه، مثل سنت مهمانی، مثل شب جمعه آخر سال، سنت‌های خوبیه. اما برخی از سنت‌ها سنت‌های غلطیه که احکام شرعی اینها رو رد می‌کنه، مجوز شرعی براش نداریم. اون که متدینه می‌خواد بر اساس دین زندگی بکنه، این چیزا براش جایگاهی نداره. حالا یکی از اینها برنامه شب چهارشنبه سوریه که چند تا خلاف داره، چند تا گناه داره، این گناهاشو عرض میکنم خدمت. یکی از اینها ترویج خرافات، یعنی یه زمانی آتش پرستی تو این کشور بوده، حالا ما دوباره اونو احیا بکنیم، دوباره این سنت‌های خرافی رو احیا بکنیم، خب هم حرامه هم سنت غلطی. از محرمات این سنت آزار رسانی به دیگرانه که برای همه مسلمه. هر ساله چقدر آمار میدن که چه اندازه آفتها، مشکلاتی یه اینجور سنت غلطی داشته. آزار رسانی دیگران، چند تا گناه گفتن جنگ با خداست، یکیش رباست، یکیش آزار رسانی به دیگرانه. حالا شما حسابیم چقدر گناه بزرگی تو اینجا. ایجاد فضای خوف و وحشت، یعنی گاهی آنچنان ایجاد خوف میشه که شخص احساس آرامش نمی کنه. آرامش دیگران رو از بین بردن، اینم یکی از گناهانش. سلب آسایش دیگران، خسارت زدن، خسارت زدن به مال دیگران که هر ساله توی این مجلات رسانه ها اعلام میکنن چند اندازه خسارت زده شده. یه روزی باید پاسخ بدن کسانی که بانیان اینجور انحرافات هستن. خسارت و آسیب زدن به جان و مال دیگران، مزاحمت برای دیگران و امثال اینجور موارد، که اسراف که گفتن از مسلمترین مصادیق اسراف اینی که آتش زدن ماله، یعنی پولشو بده ترقی بگیره، چیزهایی رو استفاده بکنن که اینها به نحوی نابود کردن سرمایه هاست یا طبیعت رو از بین بردن. بعدم زمان داره، اینایی که آسیب زدن باید ضامن اینجور خسارت ها هستن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.